بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. موضوع شرح زیارت اربعین، جلسه سوم آبان ماه 1397، عمود 1070، موکب مع امام منصور. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، زائران عزیز امام حسین، ما این شبها شرح زیارت اربعین رو داریم عرض میکنیم خدمت زائران گرامی، و از آن جهت که طبعا به صورت سریالی و قسمتی است، سعیمون بر این هر شب به یک مسئله در واقع جامع ختم بشه و کسی که تنها همون یک سخنرانی هم گوش میکنه قابل استفاده باشه. و منتها حالا صوت ها در اینترنت بارگذاری میشه، حالا از این تو مسیر هم اگه خواستن میتونن مثلا دریافت بکنن. اینجا هم دارن یه امکاناتی رو فراهم میکنن که حالا نمیدونم شب فراهم میشه نه، فقط به شما فکرم نرسه، فردا شب که بدون اینترنت هم میتونید اون فایل ها رو بگیرید، یعنی امکانات حالا طریق وای فای میتونید بدون اتصال به اینترنت اون فایل ها رو بگیرید. خدمت شما عرض بشم، ما راجع به این صحبت کردیم که در زیارت عاشورا زائر بیشتر دنبال اعلام براءت از دشمنه و اعلام دوستی خودش، و داره بغض خودش رو داره نسبت به دشمنان اهل بیت اعلام میکنه. 100 تا لعن میفرسته، هی میگه سلم لمن سالمکم و هر بون لمن هارا بکن، ولی اون لمن بالا کن، عدو بون لمن آدا کن. اما تو زیارت اربعین این زائر کلی رشد پیدا کرده، یعنی اصلا زیارت اربعین خیلی خودی تره، سطحش اصلا متفاوته، چون یه وجود جدیدی خلق شده، زائر اربعینی شده، انگار یه چله عاشورا خونده، یه سری مفاهیم درش جا افتاده، حالا لایق شده زیارت اربعین بخونه. تکرار کرده، اصلا این تکرارها هیچ مطلبی رو بر آدم جا میندازه. مثال زدیم، گفتیم شما اگر ضربات کلنگ یه چاهکن نباشه اون تکرار معنا نداره، اون ضربات یکسان شبیه همه، انقدر این لعنا تکرار میشه، انقدر این سلاما تکرار میشه که شما وارد حوزه سلم با اهل بیت بشید، و انقدر این لعنا تکرار میشه که از اعلام براءت میکنید از دشمنان اهل بیت. اما اینجا با خود امام حسین صحبت میکنید، بسم الله از همون شروعش، السلام علی ولی الله و حبیبه، سلام بر توی ولی خدا، تو حبیبش بودی، ولایت هم کلی میگی، نه فقط تو این مسئله ولایت داشته باشه. آقا بعضی برای اماما حوزه مشخص تعیین میکردن، آقا ما تو حوزه نظامی به حرفت گوش میدیم، بر ما ولایت داری، اما تو مسائل سیاسی نه، آقا مسائل دینی رو بگو، مسائل حکومتی کاری نداشته باش. ها؟ میگه نه، به صورت عام، کامل، کلی، مطلقه ولایت مد نظره. و حبیبم گفتیم اون محبوبیه که همه خوبیا توشه. شما آدما رو که دوست دارید به خاطر یه خصلت خوبی توش. ممکن حالا یه خصلت خوب داشته باشه، 10 تا دیگه نداشته باشه. اما حبیب به کسی میگن که همه خوبیا در او جمع باشه. میگه دیگه اینجا شما خودی هستی دیگه، لازم نیستش که بگه انگار چند نوع داره، میگه یا ابا عبدالله ما که شما رو میشناسیم، که ما که میدونیم، ما نیازی نیست یه کسی بیاد به ما بگه آقا والا به خدا امام حسین نماز میخوند، پناه بر خدا. آره دیگه، بعد بر امیرالمومنین بر جامعه مسلم میگفتی که علی توی مسجد چیکار داشت که ضربت خورد، میگفتن یوت علی تو مسجد چیکار داشت، برای همین تو زیارتنامه باید بگی قد اقمت الصلاة، آقا به خدا شهادت میدم شما نمازم میخوندید. به این مظلومیت اهل بیت به کجا رسیده بود؟ اینجا این حرفا نیست. السلام علی خلیل الله و نجیبه، سلام بر اون دوست خدا. خلیل به اون کسی میگن که تمام نیازاشو فقط به یکی بگه، به هیچ کس دیگه نگه، خلیل اون میشه. حضرت ابراهیم همه نیازش فقط به خدا میگه، حتی جبرئیل وقتی شمیل خونش تو آتیش اومد گفت کاری برات انجام بدم، گفت نه برو پیکارت، ها
حالا مؤدبانه یک خورده بگیم، من از تو چیزی نمیخوام، بالاییه داره میبینه. میگه تو خلیل اللهی و نجیبه و منتخب از بین خلیلهایی، تازه بین همه خلیلهایی که خدا داره تو باز انتخاب شده بین اونا. السلام علی صفی الله و ابن صفیه. صفی هم اون منتخبی رو میگن که برای مأموریت خاص انتخاب شده باشه. میگی تو برای یک مأموریت خاص داشتی و پسر کسی هستی، او هم که مأموریت خاصی داشت از جانب خدا. برای چی وضعیت آدم میگیم صفوت الله، یعنی انتخاب شده توسط خدا؟ برای که یه مأموریت خاص داشته. آدم ابوالبشر بودن، مأموریت این بوده. حالا اینکه تو مأموریت چقدر تونسته موفق باشه، 100 جواب داده، 99 بوده، 98 بوده، اینا دیگه یه بحث دیگه ای که محل توجه ما نیستش میشه. اما یه پدر شما مأموریت خاص داشت. ما وارد بحث امیرالمومنین نمیشیم، دیشب شدیم مفصل راجع به اینو بحث کردیم. و شما مأموریت خاص داشتید، اما مأموریت امام حسین برای ما مهمه. مثلا اومدی همینو بفهمیم. حداقل تو زیارت اربعین داریم لافشو میزنیم، میگیم شما مأموریت خاصی داشتید و من هم زائر اربعینم، پیاده دارم میروم به سمت مرقد مطهر شما. به یه نفر بپرسه قوم مأموریت خاص محسن چی بود، نمیدونم نگاه میکنیم. اومد میدونید چیه، بحثای دینی و اینا رو مطرح کنه، مگه بقیه پیغمبر این کار نمیکردن؟ بگو مأموریت خاص ایشون چی بود. این جز خصائص حضرته، ویژه مال خودشه. این باید در بیاد، دنبال همینیم. زیارت اربعین خیلی هم کوتاهه. میخوام بگم زور اربعین داریم میخونیم یا بفهمیم چی داریم میخونیم؟ ما خیلی حرفا میزنیم نمیفهمیم چی داریم میگیم، تعارف نداریم. انشاءالله چشمتون به گنبد منور حضرت ابا عبدالله و حضرت عباس روشن میشه. اونجا رفتید حرم حضرت عباس، حالا تو حرم هم نتونستید برید بخاطر اینکه شلوغه، از دور که داری زیارت نامه رو میخونی هم که چه شده گنبد بیفته کافیه. علما فرمودن، ما خودمون نمیگیم. وقتی داری اینو میخونی یوی میگی لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه. خدایش حالا ما حضرت عباس رو میشناسیم، اینو میگه خودمون رو لعن میکنیم برمیگردیم؟ یعنی انقدر عباس شناسی مهم است، انقدر لازم است، انقدر واجب است که در زیارت معصوره آمده. معصوره یعنی امام معصوم این زیارت نامه نوشته، حرف من و تو نیست. یه تو خیلی از امامزاده هستن زیارت نامه دارن که علما نوشتن، این خب حرفای خوبیه دیگه، سلام تو فرزند پیغمبری و معلومه. اما زیارت نامه که معصوم می نویسه و مخصوص برای اون فرد می نویسه، یه سری خصایص اونجا میاره، یه سری ویژگی ها رو میاره، یه سری نکات رو میاره که باید محل توجه قرار بگیره. یادمون هم نریم حرف معصوم حرف کیه؟ پیغمبره، حرف امام، حرف پیامبر، حرف خداست. یه جا خدمت امام صادق رسیدن گفتن پدر شما خیلی آدم بزرگی بود. روایت که برای ما میخون، ما لازم نبود برای ما متصلش کنه به پیامبر. میدونید که هر راوی حدیث باید برسونه به معصوم دیگه، باید برسه به پیامبر تا اهل سنت قبول بکنن. انقدر ما قبولش داشتیم، میدونه تا وقتی میگه من گفتم یعنی پیامبر گفته. لازم نبود بگیم سمعت من ابی، من از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش شنید، ها، تا برسونه مثلا به پیغمبر. یا همین که پدر شما میفهم، اینا که اومدن عامنا، یعنی اهل سنت خدمت مصادق رسیدن دارن حرفو میزنن، نه شیعه ها، اون مردم اون زمانه. تا خیلی پدر شما آدم بزرگواری بود، ما خیلی به او اعتماد داشتیم. یه چیزی میفرمود، ما خودش میفرمود میفهمیدیم، میفهمیدیم که از سمت پیامبره. یه امام صادق فرمود قال الله. حالا از من میخواد بشنوید، میگم خدا گفت، میگم خدا فرمود. ما هر چیزی میگیم از سمت خداست دیگه. بعضی یادشون میرفت مثلا یه نکته از پیغمبر میشنیدن، یادشون میرفت که با از سمت خودش واسه خودش بر مبنای هوا هوسش حرف نمیزنه، اینا من اللهه. برای همین خیلی از این آیه قرآن قول داره اولش، ای پیغمبر بگو اینطور. یعنی چی؟ یعنی ملت جماعت حواس پرت یادشون نره که این حرفایی که داره میزنه رابطه، حرف خداست.
حالا خلاصه غرض این که ببین حضرت عباس شناسی یعنی حضرت عباس یه ویژگی خاصی داره که اونو باید پیداش کنیم، وگرنه و واجب این بر ما، چون اگه کسی حضرت عباس نشناسه ملعونه. آقا امامزاده است ایشون، ببخشید بقیه این همه امامزاده. آقا جنگید ایشون، جنگید با بقیه هم خب جنگیدن که، چرا برای اونا نگفته؟ یک کلام بخوام به شما بگم، این که حضرت عباس ذوب در ولایت ابا عبدالله بود، هیچ کلمه ازش نمیشنوید. شما میشنوید؟ سکوت مطلقه. مثلا طرف تو کربلا اومده به امام حسین میگه که آقا وقت نماز، آقا شما همچنین حرفی رو از حضرت عباس عمرن نشنوید، چون حضرت عباس انقدر میدونه که امام نیاز به تذکر نداره. آدم خوبی اینه که گفت آجاز شهده کربلا هم هست، با امام حسین هم محشورا، اما کیلومترها با حضرت عباس فاصله داره. داریم در روایات یه عده از یاران امام رضا اومدن زیرا به یکی دیگر رو بزنن، یکی دیگر رفیقای خودشونو وقت گرفتن از امام رضا، چند نفری با هم اومدن شاهد بیارن آقا این خیلی آدم فلان فلان شده ایه. قبلش امام اون فرد رو صدا کرد، همون که قرار بود جلسه زیرا بزنیش باشه، فرستادش تو پستو. اینا اومدن یه شکم سیر زیرا بشو زدن. وقت داشتن میرفتن او انقدر گریه کرده تو اتاق بغلیه، من خدا چشش باد کرد، اینه کسی که خواب بیدار شدن. اومد گفتش که آقا، یا آقا باش میخواست بفهمونه که ببین پشتت یه همچین فضایی هست و چه دلایل دیگه امام داشته من نمیدونم. بعد حضرت فرمود که خب حالا متوجه شد، حالا برو. یه برگشت گفتش که آقا باور که نکردید که حالا ببین فهم این آدم از امام شناسی اینه که یعنی شاید امام رضا چیه؟ باورم کرده. باز ببین اونایی که اومدن زیراب زدن کیه؟ یعنی لازمه ما بریم امام رضا رو توجیه کنیم در مورد یه فرد، بالاخره ممکنه امام رضا تصمیم غلط بگیره، ممکنه اعتماد بی خود بکنه به نفر. اینا یادشون میره که بابا امام معصوم. تا حدودی هم طبیعیه، بهش میگن حجاب معاشرت. با یه نفر که زیاد هستی رو اثر میذاره، عادی میشه برات. مثلا من و شما به این سالی یه بار، خیلی از شما هستید سالی یه بار فقط میاد کربلا، اونه همین اربعین میاد، آرزو به دلید میگید که خدا میشه این خلوتتر باشه، من تو این صحنه بشینم، زیر گنبد بشینم، فلان دعا رو بخونم. اصلا دیوونت میکنه این تفکر. و این هم مردم کربلا هستن، شاید بعضا مثلا 5 ماه 6 ماه یه بارم حرم نرم، مثل این مشهدی خودمون عادی شده. این بغل رد میشه، همجا دوری سلام میده، بهش میگه آقا چند وقت بده، میگه ران تاکسی بوده. باید ازش پرسیدم خیلی وقت پیش، میگه 7-8 ماه نرفتیم. 7-8 ماه حرم امام رضا نرفتیم. امام اصحاب میگفت همین ما هر دفعه خیابون امام رضا گذر رو میفته، خیابون رو چیزی گذر میفته دور حرم، میگه سلام علیک یا علی ابن موسی رضا. نماز خودتو گول میزنی بابا. والا خوله مادر زنت هر هفته داری میری، اونم از دور میگفتی السلام علیه. نه زنت نمیذاش، پدرتو در میآوردون، باید بری عرض ادب بکنی، آستانه درو ببوسی، موقع بیرون اومدن هم عقب عقب بیای بیرون که جیبتو نزنن. چطور اونجا میتونی بری؟ نه اداه، حجاب معاشرته. اینا انقدر امام جلو چششون بود عادی شده بود براشون، چیزی که ما له له میزنیم براش. اصلا یکی از فلسفه های طولانی شدن غیبت همینه، انقدر باید این فاصله زیاد بشه تا تو آتشش بسوزید. شما قدر نمیدونستید انقدر این جامعه احمق شده بود. امیر المومنین بالا منبر میفرماد سوال بپرسی قبل اینکه من از دست بده، احمق بلند شده میگه من چند تا مو دارم. یعنی مشکل توه؟ حضرت آهی کشید فهمود فقط بگم هر کدومش شیطونیه. آقای ابن عباس امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسید
انقدر عادی شده بود برای این مردم علی و انقدر اصلا امیرالمومنین اخراج میکردن از شهر دیگه، میدونین اواخر از اخراج بود، تو شهر راهش نمیدادن دیگه. علامه طباطبایی رو میگن یه 7-8 سال مجبور شد فاصله بگیره بره تو تبریز نمیدونم زراعت بکنه و اینجور چیزا. ما الان زنیم تو سر میگیم خاک بر سر ما، خاک بر سر مردم اون زمان. چرا پول نرسوندین به علامه طباطبایی که بره یه تو اون 8 سال چی میتونست بنویسه؟ او کسی که المیزان نوشته، چرا مجبورش کردید بره چا بکنه؟ چرا مجبورش کردید بره کشاورزی کنه؟ چرا مجبورش کردید بره شخم زمین شخم بزنه، بعض بپاشه، وجین کنه، برداشت کنه، چه و چه و چه؟ ای داد بیداد، اگر میمود چه کتاب دیگه ای رو نوشته بود؟ چقدر آدم‌های هدایت می‌شدن؟ چقدر معارف دین؟ ما داریم که علامه طباطبایی اینو میگیم، بعد اون یادمون میره که 25 سال امیرالمومنین داشته چا می‌کنه. امیرالمومنین، نه علامه طباطبایی. قبول نداشتن. حضرت برای وقتی به حکومت رسید خیلی چیز میکرد، حالت پیشگویی و معجزات و اینجور چیزا ریز ریز داشت، نه که عصا اجدعا بشه این کارا، نه. اما جزئی مثلا یهی داشتن یه گوده دی می اومدن، یه حضرت میفهمون از دور این چی مرانه چهار تا کله سیاه میشه، حضرت میفهمون اینا 80 نفرن. حالا ابن عباس میگه ما میزدیم تو سرمونه خواهی، نکنه 80 نفر نباشن اینا دست بگیرن. میگه میومد آقا این یک ملت کلا شروع میگن شمردن، یک نفر، دو، نموزن چی شده، بیا هیچی الان بعدا بهت میگم، بیا خودم با ما بشمار، 3 4 79. ای چی شد؟ اه دیدی علی، یا یه نفر اون ته مونده بود، حالا یه قضیه حاجتی کرده بود، چی بود، فاصله دار افتاده بود، میدوید میدوید و منم 82. خیلی جالبه، نکنه یا خیلی چه کارا یا علی میکنه. خب یعنی اهل بیت کارشون به یه جا رسیده، مثلا چند نفر دارن، آقا اینا 70-80 نفرن، مثلا عدد بعد بگی که اینا میگه آقا راستین علی از کجا میگه؟ این اوضاع جامعه است. بعد تو الان آرزو میکنی له له میزنی که بتونی تو خواب یه بار چهره مبارک ابو عبدالله رو ببینی، بعد 1400 سال پیاده این همه راه رو میری برسونی خودتو به قبر، به ساختمان آنجا، به جای که پیکر مطهر مدفونه. میگه ای کاش میتونستم سلام بزنم رو زانوش، ای کاش میتونستم ازش سوال بپرسم، ای کاش میتونستم درکش کنم. و با خودت میگه امام حسینی همین الان هست، حی حاضر زنده به نام امام مهدی، ای کاش بتونم خودم به ایشون برسونم. خودت بفهمی یعنی چی؟ میفهمه تا به وجود نیاد کسی قدرشون رو نمیدونه. تو منتخب خدایی، تو برای یک مأموریت ویژه انتخاب شده بودی. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، سلام بر توی حسین مظلوم که مورد ظلم قرار گرفتی. بزرگترین ظلم هم این زخم‌ها الزاماً نبود، که اینها خیلی بزرگ بود، بچه 6 ماه رو اون بلا رو سرش بران خیلی بزرگه، اما بزرگترین ظلم اینه اون کسایی که تو رو کشتن به نام خدا کشتن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم لا اله. میگه یه عده این پیرمردا این بی‌شرفا جون نداشتن دیگه، اینا نمیتونستن تو جمع بیان وقتی دوره کردن حضرتو، وقتی اونجا دیگه ریختن همه رو سر حضرت، اینا نتونستن گذاشتن. بعد اینکه خلوت شد آروم آروم اینجوری اومدن نوک عصاشونو میزدن به پیکر مطهر امام حسین، گفتن بالاخره ما هم تقرب بجوییم به خدا به واسطه عزت، بگیم اون دنیا ما هم زدیم حسین. این ظلمه، این ظلم یعنی ظلمت یعنی تاریکی، این تاریکی عظماست، این ظلمت عظماست، این ظلمت بزرگه که جامعه به نام خدا سر ببره. ندیدید داعش یارو تو همین سرزمین؟ خدا میخواست برای ما اینو مسجل بکنه، ما ببینیم بفهمیم، دنیا بفهمه اینا قصه نیست، اینا ساخت پرداختهای شیعه نیست. به چشم خودتون ببینید 1400 سال زمانی که حقوق بشر و رسانه و چه و چه و مدرسه و پدرسه و این چیزا درست کردید، هنوز همینجور چیز مسائل داره اتفاق میفته. حالا برو تو 1400 سال پیش توی جماعت، خدا میخواد اینو بفهمونه به ما. ظلم بزرگ اینه. ظلم بزرگ اینه که بعدها که برگشتن تو شام نقش شده اینها با افتخار بعدها خانواده هاشون اسمای جدید گرفتن،
اونا که تو کربلا بودن اسمای جدید پیدا کردن. اسمای جدیدشون چی بود؟ بنو سراویل، بنو سراج، بنو سنان، بنو ملاحی، بنو تشتی، بنو غذایبی، بنو مکبری. گوه اینا چی هن؟ فرمود بنو سراویل اولاد کسانی که پیراهن امام حسین را روز عاشورا از تن مبارکش به در آوردن. اینا با افتخار میگفتن آقا ما بچه های اونایی ما. اینا مورد احترام ویژه بودن. بنو سرج اولاد کسانی که اسبان خود را در روز عاشورا زین کردند برای پایمال کردن آن حضرت، و برخی از این اسب سواران به مصر رسیدند و نسل اسبانشان کنده شده از سم آنها و برای تبرک به در خانه ها کوبیدند، و این کار را نشان تبرک و خوششانسی دانستند. آقا ما از اولاد اون که این اولاد اون کسایی که اسب ساختیم ما، مبارک این. بعدها یکی از نشانه های نقش یهود در ماجرای عاشورا همینه. بعدها این یهودیان در دوره گاونی از عراق رفتن به منطقه شبه جزیره ایبری در اروپا، این سنت رو با خودشون بردن و از اونجا به هلند و انگلیس رفتن، از اونجا رفتن به آمریکا و آرام آرام این سنت پلید رو در دنیا پخش کردن. حالا بنده مصاحبه کردم با یک مستند تلویزیونی، اون میاد بیرون اونجا مفصل صحبت کردن. یا حالا این بحث نمادشناسی که دیگه ما تخصص داریم دیگه، استدلال هم فقط یه دونه نیست، موارد متعددی. ژورنال علمی چاپ شد در غرب فقط در مورد نعل اسب، و تلسمی که این نعل اسب با خونی خاص تلسم شده است. عجب مردمان پلیدی هستند این صهیونیست ها. بنو سنان اولاد آنها که نیزه‌ای که سر امام حسین بران بود حمل می کردن. میگه اینا بعدا افتاد، این ظلم نیست؟ الحسین المظلوم، یعنی بابا این اینجوری تاریکی دورتو گرفت، جوری اینجا دوچار مشکل شدن. بنو المکبری اولاد کسانی که به دنبال سر حسین تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن. ما دیدیم، ما تو دوران عمر خودمونم دیدیم کسایی که الله اکبر میگفتن و سر میبریدن. او چقدر آدم کشته شده، چقدر سرها بریده شده، چقدر خونها ریخته شده. چرا؟ چون نور نیست، چون این جامعه ولی معصوم را از خودش روند، وادار کرد خدا را که ولی معصوم را به پرده غیبت ببره، چون قدر نمیدونه. امام دستش باشه تیکه تیکه میکنن، از سر نفهمی، از سر ظلمت، از سر جهل. بنو تشتی اولاد آنان که سر حسین را در تشت می بردند، و آنان به همراه بنو ملهی در دمشق معروفند. بنو قضیب یا قضیب اولاد کسانی که تازیانه آوردند برای یزید لعنت الله تا به دندانهای پیشین حسین بکوبد. این ظلمت، این ظلمت. فکر کن سر ابو عبدالله رو ببری توی تشت طلا بذاری، بعد برای چوب بیارن، تازیانه بیارن، بعد اونجا که گیر بکنی بگی اذان بگو. فکر کن 10,000 نفر میگن روزی تو آب فرات غسل شهادت میکردن، تبرک میجستن. و هازا یومون تبرکت بهی و نومایی و ابن آکلت الاکباد، اللعین ابن اللعین، لعنت شده پسر لعنت شده، میگه امروز متبرکه. چرا؟ به قتل الحسین. این ظلمه، این ظلمته. الحسین المظلوم شهید. اوج ظلم اینه که به اسم دین، به اسم خدا، به اسم پیغمبر
به صورت خدا به وجه الله پنجه بندازی. درد اونجاست که امام دین، ولی خدا، پیام‌آور خدا براتون حرف بزنه، گوشاتون رو بگیرید هل هله کنید، بگید نمیخوام هدایت بشم، چی میگی؟ میخوام بکشمت. بگید اومدم نجاتت بدم، یه نه میخوام بکشمت. این درده. یه موقع است در آخه ظلمم، آخه عزیزم، یا ظالم بودنم باز مراتب داره. یه موقع است ظالمن لنفسه، داری خودت به خودت ظلم میکنی. یه موقع است در حق یه آدم مظلوم بند خدایی داری ظلم. حالا او آدم هم یه آدم مثل بقیه آدم ها، خوبه هم مثل بقیه. یه موقع هست داری به کی ظلم میکنی؟ به اولیاء خدا، به ولی خدا داری ظلم میکنی. بابا زن یزید صداش در اومد، که بابا تو ناموس پیغمبر خدا رو برداشتی و بردی جلو چشا قرار دادی؟ صدا اون در اومد. شاعر بنی امیه بود، اصلا اسم اهل بیتو نشنیده بود، اصلا مردم شام در زمان برادر معاویه مسلمون شدن. یزید ابن ابی سفیان، یه داداشی داشت معاویه، اسم اونم یزید بود. اصلا اینا با اهل بیت، با کینه با اهل بیت بزرگ شده بودن مردم شام. شاعر وقتی اینا رو دید دادش در اومد، گفت اینا چه جماعتی هن؟ دارن سر تو رو جلو میارن، پشت سرش تکبیر میگن، در تحلیل و تکبیر میگن، لا اله الا الله میگن، الله اکبر میگن، در حالی که خودشون الله اکبر رو کشتن. فرار کرد، تا چند ماه دنبالش میگشتن پیداش کنن. گفت من نمیخوام تو جلو این چشای این حرمزاده ظاهر بشم. این درده، این ظلمه. وقتی هم داری میگی الحسین المظلوم الشهید، شهیدم یعنی اون کسی رو شهود رسید، یعنی اون کسی میبینه. یا آبار دوتا شهاد بردو بیا، دوتا شهاد برم بردارم بیارم، برای چه کار؟ اون کسی که دیده دیگه، اونجا حاضر بوده، ناظر بوده. آقا من شاهد، بیا برای عقد ازدواج چی 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 فلان، یه معامله میگه دوتا شاهد داشته باشه، یعنی به چشم ببینه. به چشم بیدن یعنی برای چی باشه؟ قطعیت پیدا کنه. میگه به خدا انگار با جفت چشم خودم دیدم. به این طوریه، درست شد؟ شهید. چرا انقدر برای کسی که جان داده کنار هم دیگه مترادفش داره استفاده میشه، هم ردیفش داره استفاده میشه؟ برای اینکه آدم جانش رو برای چیزی میده که دیگه در موردش چی داشته باشه؟ یقین داشته باشه. حتی از چشم هم دیدن هم چی؟ بالاتر. از چشم دیدن هم بالاتر. برای این لفظ اینطور استفاده شده. ما این لافا زیاد زدیم. مثلا نماز میخونیم، دیدید؟ شهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهدان ان محمدن عبده و رسول الله و صلی الله علی محمد و آل محمد. زیاد خوشو میخارونه. صلی الله محمد و آل محمد. بعد اینجا شما السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نگاه داره میبینه همه رو. السلام علیکم و رحمت الله. کی سلام میدی تو؟ مگه نمازت نماز بود سلام رو میدادی؟ آره. نماز اگه نماز می بود آدم معراج پیدا می کرد باشه. شاهدان رو می دید، می گفت السلام علیکم، سلام می ده، سلام علیکم شما. بالاتر از جون دادن دیگه نداریم دیگه. این خیلی عجیبه. اینا بارها گفتم افتخار ماست، روایت باید بگیم، کیف کنیم باش، حال کنیم، عشق کنیم باش. پیامبر میفرمود که داداشام کجان؟ عینه اخوانی. صحابه گفتن ما اینجاییم. بابا شما همراه منید. همراه یعنی چی؟ هم صحبت با من اسمش میشه صحابه. با من صحبت کردی، مصاحبت داشتی، چند وقت ما همراهی کردی. اهل سنت نظرشون در مورد صحابه، کسی صحابیه، صحیح بخاری میگن که فقط پیغمبر دیده باشم صحابی محسوب میشه. و عینه اخوانی، داداشام کجان؟ شما صحابه همین، برادرات چه؟ گفت اونا تو آخر الزمان میان. اما ویژگیشون چیه؟ یه روایت دیگه، اما یا امیرن و یا علی، یه قومی میان تو آخر الزمان، اینا اکثر هم ایمان و اعظم هم یقینا. ایمان آخر، یقین آخرش، دیگه بالاتر از اینا خدا نیافریده. چرا یا رسول الله؟ این که ها فرمود اینا امام هم فی حجاب، نه من و تو رو میبینن، امامشون هم تو غیبته، اما ولایت تو رو قبول میکنه.
یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی رو سفیدی، مراد یعنی جوهر، یعنی به کتاب ایمان میارن، میشنن کتاب میخونن، حدیث میخونن، مباحث علمی رو میخونن، به حقانیت من و تو میرسن. هزاران هزار سال با ما فاصله دارن، صدها سال با ما فاصله دارن، اما ایمان میارن. اما یه جماعتی هستن که چش تو چشم من و تو هن، من دستو بردم بالا، قبول نمیکن. اینو برابرن؟ فلز این که گفته میشه من مات علی حب علی مات شهیدا، این یعنی اگر این شکلی باشه آره دیگه، یعنی آقا شبهه یه در مورد کسانی که تو 8 سال جنگ ما خون دادن، کسایی که تو دفاع از حرم، تو دفاع از حرم برای سنگ و چوب حرم جون دادن، شبهه دارید شما که اگر ابا عبدالله می بود تو کربلا اینا خالی نمی کردن، در نمی رفتن؟ سوالی میمونه؟ بابا این اصلا امامی رو ندیده داره این کارو میکنه. اگر امام حسین میشست باشون عشق بازی میکرد، اگر تون شب آخری چراغ خاموش میکرد براشون صحبت میکرد، اگر از بین دو انگشت بهشون عاقبتشون رو نشون میداد، چند درصد اینا مثلا ممکن بزنن برن؟ این که ندیده عاشقی که شهیده. اما چقدر خوبه که آدم اینی که گفتیم، اما همین شهید به معنی چی؟ جسمیش هم آدمش برسه، چون این اثبات کننده یه حرفه. جونم رو میدم برای عقیدم، چند ناو دارم میبینم. در ادامه میفرماد که السلام علی اسیر الکروبات، سلام بر توی کسی که اسیر مصیبت ها شده بودی، مصیبت ها تو رو فرا گرفته بودن. کرب یعنی غم و اندوه، یعنی مشکل، غم و اندوه، سختی، یه آتیشی که به جون آدم میفته. کروبات چون جمعشه نهایت غم و اندوه رو میخواد برسونه، مصیبت ها، جمعی اینها همش با هم جمع بشه. با کرب و حزن و مصیبت امام حسین خیلی ها اجر میگیرن، درسته یا نه؟ من شما نشد بعد 1400 سال گریه میکنیم. حضرت داوود چند صد سال قبل از امام حسین، 2000 سال تقریبا قبل از امام حسین بودیشون، 2000 سال قبل از امام حسین، حالا 1700 سال قبل از امام حسین، با گریه برای امام حسین اجر میگرفته. میگه حضرت ابراهیم به آسمون نگاه میکرد، یه عرضه شد براش بخشی از روضه کربلا، آتیش گرفت افتاد زمین، شروع کرد گریه کردن، گفت انی سقیم، گفت مریض شدم. بعدی ها هم گریه میکنن. کسی که با مشارکت در مصیبت او و کرب او و سختی او این همه آدم ها اجر بردن، خودش چه جایگاهی داره؟ خودی کسی که مصیبت ها بر خودش وارد شد. ببین حضرت عباس خیلی مقام بالایی داره، اما بعد از حضرت علی اکبر دیگه دیوونه شده بود، یه زاغ صدری اومد به امام حسین عرضش، سینم داره میترک. از فهم بیا بریم بر بچه ها آب بیاریم، اینا تشنن. یعنی رهاش کرد دیگه، سخت بود تحمل. تازه ابو عبدالله مصیبت امام حسین رو هنوز چی؟ ندیده. اصل مصیبت اونه. اینجا یه نکته گفتم شما متوجه شدید، اینجا رسیدی کربلا، اگه چشتون افتاد به تل زینبیه ویژه جیگراتون بسوزه برای حضرت زینب، که این ام المصائب چه جایگاهی داره ایشون. قرآن ما بفهم کرب یعنی چی؟ یه خورده از خود قرآن بپرسیم قشنگ میگه، یه اسیر الکروبات دیگه. اسیر یعنی کسی که به بند در اومده دیگه، مثلا اسر یعنی همین معنی رو میده. اسرائیل هم یعنی لقب حضرت یعقوب بود، یعنی تو بند در اومده خدا، بنده خدا. اینا پدر سوخته اومدن یه کاری کردن، اسم اسرائیل میاد دیگه آدم لرزه به اندامش میفته.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. میگه نوح ما رو صدا کرد، ما عجب خوب جواب دهنده هستیم، سریع اجابت میکنیم. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، و ما او و اهلش، اهلش یعنی اون کسایی که بهش ایمان آورده بودن، نه الزامن یعنی خانوادش، چون اونجا پسرش رو میگه این اهل تو نیست، یعنی مراد از اهل اینجا یعنی چی؟ کسی که تفکر تو رو قبول داره. به حضرت ابراهیم خدا میگه ای ابراهیم، اون کسی که تو رو قبول دارم این از تو محسوب میشه، تفکر تو رو قبول داره. یه نفر از این بنی امیه ها بود خدمت امام باقر رسید، زار زار اشک میریخت، از امام جا گریه میکنه، گفت چطور گریه نکنم وقتی بنی امیه تن قاطبه لعن شدن، یعنی همه بنی امیه ملعونن. حضرت فرمود تو درست از ژن اونایی، هم از مایی، تو ما رو قبول داری، مهم تفکره. آره بحث ذریه رو امشب بعید وقت بکنم من بپردازم، اما فردا شب احتمالاً فضاش زمانش فراهم بشه بگم. اون بحث جدید و بسیار خاصی، حالا بعداً اینترنتی اون کسایی که تو مسیر هستن، البته ما هم دعا بفرمایید، تو مسیر التماس دعای جدی داریم، خواستید بعداً گوش بکنید حتما گوش بکنید تو ادامه این بحث. اینجا خود ذریه بودن برای یک سری افراد خاص و مهمه، اونم میگم یعنی چی. یا سوره، این سوره صافات، سوره انبیاء آیه 76 میگه و نوح ازناد من قبل، میگه و نوح که از قبل ما خواسته بود، فاستجبنا له ما اجابتش کرده بودیم، فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، میگه ما از این کرب عظیم او رو نجات دادیم. کرب عظیم چی بود؟ این آدم ها که دورشون بودن، کشتی فرستادیم نجاتشون دادیم. اسم اینو خدا گذاشته چی؟ بگید. کرب عظیم. نجات پیدا کرده که باشه، قبلش اذیت میشد، قبلش مسخره میشد. میگه امام حسن مجتبی تو شروط آتش بسش این بود که معاویه چک سفید امضا داد، گفت کاغذ رو سفید فرستاد امضا کرد، گفت هر چی بنویسی من قبول میکنم. یه چیزیشو نوشت برگردون، گفت من اینو قبول نمیکنم، هر چقدر میخواد پول بنویسه، هر چقدر میخواد کار بنویسه، من قبول، فقط بذار حکومت به من برسه. این بود که و علی دیگه فوش ندید، یکی از شروط این بود، گفت اینو من قبول نمیتونم بکنم. بند و تبصره اضافه شد، اهل سنت آوردن که جایی که ما هستیم لااقل فوش ندید تو همون مسجدی که ما هست. حالا باشه قبول میکنم. و تاریخ نقل کرده در همون مسجدی که حسن حضور داشت بالا منبر میرفتن و لعن میکردن امیرالمومنین، که مواردی از برخورد اهل بیت هم هست با این، مجبور بودن اینا رو میدیدن. یه روز حضرت داشت با مغیره بحث میکرد، حضرت فرمود امام حسن مجتبی علیه السلام، امام مظلوم ما، فرمود فکر نکن ما یادمون رفته اون روزها، تو احتجاج هست، اشتباه نکنم. فرمود یادمه، تو همون کسی هستی که مادرمو میزدی، نقل شده. بعد میته ها و خودم دیدم خون میچکید از پیکر مطهرش، اما چه کنیم که دستور داده شده به صبر. فکر نکنم یادمون رفته، من هر روز اون واقع جلو چشم زنده است و هر روز دارم تو رو میبینم جلو چشم، هر روز اینا رو میدیدن. امیرالمومنین یه روز یه نفر اومد داد زد، حضرت بالا منبر بود، حضرت فرمود چی شده؟ گفت آیا علی بهم ظلم شده. حضرت اومد پایین، نشست رو به رو، شروع کرد گریه کردن، گفت از منم بیشتر به ظلم شده. بعد شروع کرد از ظلمایی که به خودش شده رو حضرت فرمودن، که اون میزد تو سرش، میگه یا هم میام ادامه نده بابا، من اصلا پشیمون شدم حرفا میگه. حضرت میفهمم از بچگی مظلوم بودم، این عقیل برادرم چشش درد میکرد، میخواستن دارو بریزن تو چشش، گریه میکرد نمیذاشت، برای همین اول میرختن تو چشم من که چشم سالم بود، بعد میگه که اون قبول کنه تو چشم اونم بریزن. حضرت اینجا یه حاله، یه نیمچه نمیدونم حالا مزاح یه چیه، اینطوری هم میفهمم من اینطور مظلوم بودم. حضرت نوح میگه مسخره میکردن، چقدر مسخره کردن، چقدر. خدا اسمش کرب عظیم از نظر شما، نه کرب عادی نیست دا، کرب چیه؟
عظیم. خدای ما یه سوال داریم از شما. بگو سوالت چیه؟ اگر این مواردی که گفتم باشه چی؟ اگر بدونی که الان اگر مردی زنده باشه بعد ببینه جلو چشش دارن دستور به حمله به خیمار میدن چی؟ این اسمش چی؟ اگه اون کرب عظیمه؟ اگه بچه 6 ماه از رو دستت پرپر بزنه چی؟ اگر جوون رعناد اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله به میدون بره، وقتی برسی گفت همه دشت پر از برگ گل اکبر بود، همه دشت مگر روی عبا جمع می شد. برسم اونجا ببینم اینا چیه؟ این کرب نیست؟ ببین میخوام به شما بگم که یه شب گفتم، دیشب پری شب گفته بودیم اگه اصلا واقعا این بحث آدم وقتی گوش میکنه داستان کربلا رو گوش میکنه و قیاسی میذاره با قصه هایی که خود قرآن برای ما تعریف کرده و چیز کرده، بارون بندی کرده، استاندارد گذاشته، خطکش گذاشته، گفته از نظر من خدا این داستان نوح دید بله این کربلا عظیم بود. بعد کربلا چی میشه اون موقع؟ چه رتبه ای بدیم؟ چه عددی بهش بدیم؟ اگه اون دهه اینو بعد بگیم 1000، بگیم 100,000، چند بگیم خدایا؟ اسیر کروبات یعنی چی؟ بفهمیم حالا رسیدیم اونجا زیارت اربعین چی میگیم؟ چی داریم میگیم؟ جای دیگه خدا میفرماد اصلا اینقدر روزه خونده خدا که نگو، به خود تو قرآن پر روزه محسن منطقه برای اینکه اهل فن باشی، اهل فن باشی. یه چیز دیگه میفرماد و از نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو از دست این آل فرعون نجات دادیم. موسی و هارون رو میفرماد یسومونکم سوء العذاب، چه عذابی به شما میچشوندن اینها، چیکار میکردن؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اینا پسرا رو سر بردار و سر بریدن، زنا رو زنده نگه میداشتن. آیا این کار رو با حضرت موسی و هارون کردن؟ نکردن. درسته؟ میگم تو بنی اسرائیل اتفاق میفته، این فرعون هر از چنگای این کار رو میکرد. این چیه؟ میگه باید نجیناکم من آل فرعون، در ادامهش میفرماد ما نجاتشون دادیم موسی و هارون رو از چی؟ من الکرب العظیم. خدایا سوال، اگه رو دستت بچه سر بریده بشه با تیر 3 شعبه اون چی میشه؟ این دیگه چه رتبه؟ ببین وقتی خدا استانداردهای قرآنی رو مطرح میکنه، مشخص میکنه، رتبه میده، عدد میده، تو بعدش میای داستان اهل بیت رو میخونی، چیز دیگه ای، اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت موسی از روزی که مبعوث شد دست به این نفر نتونستن بزنن دیگه. طرف نقل میکنه، راوی نقل میکنه، در مجلس امام باقر حضور داشتم که مردی وارد شد و سلام کرد. امام باقر سلامش رو پاسخ گفت. مرد تازه وارد با امام احوال پرسی کرد و گفت حالتان چطور است؟ امام باقر که گویی سینه‌اش از مشکلات زمان سنگین شده بود به او فرمود آیا به راستی تاکنون در نیافتید که بر ما چه میگذرد؟ یا حال شما چطوری؟ یعنی احوال پرسی دیگه، درسته؟ اما این حضرت دنبال اینه که از این یه مطلبی بیرون بکشه و برای کسایی که اونجا هستن مطلبی رو نام. شما نمیدونی بر ما چه حالی میگذره بر ما اهل بیت؟ مثل ما در میان امت مثل بنی اسرائیل است که طاغی زمان پسرانشان را میکشت و زنانشان را زنده نگه میداشت و به اسارت میبرد. هان اینان والیان و حاکمان فرزندان ما را میکشند و زنانمان را باقی میگذارند. عرب میپندارد که بر غیر عرب شرافت و برتری دارد و وقتی غیر عرب از علت این پندار میپرسد اینها میگویند چون پیغمبر از ماست و او از نژاد عرب است پس عرب بر دیگران شرافت دارد. مردم هم قبول میکنند. در این میان قریش میپندارد که بر سایر عشایر و طوایف و قبایل عرب برتری دارد. وقتی از علتش میپرسی میگویند چون پیغمبر از قریش بوده. دیگران هم تصدیق میکنند. اگر به راستی این منطق درست باشد و فضیلت عرب و قریش بر دیگران به خاطر این باشد که پیامبر از میان ایشان برخواسته است، پس ما خاندان نبوت و اهل بیت رسالت باید بر همه مردم شرافت و برتری داشته باشیم و هیچ کس به پایه ما نرسد. چون سخن این امام به اینجا رسید آن مرد گفت به خدا سوگند من شما خاندان را دوست دارم. امام فرمود پس بر تن خیش لباسی از بلا و ناگواری بپوشان. به خدا سوگند
رنجها و ناگواری‌ها شتابان‌تر از سیل دره‌ها به سوی ما و شیعیان ما پیش می‌تازد. نخست مشکلات به ما می‌رسد. یه هر مشکل که می‌خواد به شیعیان ما برسه اول به ما اهل بیت می‌رسه. و سپس به شما، چنان که اگر آسایشی در پیش باشد در مورد ما خواهد بود و سپس برای شما. اماله شیخ صدوق، صفحه 95 بهار، جلد 46، صفحه 360. ما اینا رو میگیم طرف حضرت موسی و هارون کسی از اینها ذبح نکردن، کسی خانوادهشون رو به اسارت نبرده. خدا میفرماد بابا شما، ما این دوتا رو نجات دادیم از کرب عظیم. اگر این اتفاق در مورد کسی بیفته چی میشه؟ بزرگترین مصیبت ها گفتم اینه که اصلا طرف نفهمه اینه که داره میکشه. میخوام بگم اون کرب عظیم امام حسین میدونید چیه؟ اینکه اینا چرا نمیفهمن من اومدم نجاتشون بدم؟ این چه جوری به این بفهمونم؟ چرا وقتی حرف میزنم هل هله میکنن، کل میکشن؟ چطور اینا رو متوجه بکنم برای چیه؟ مصیبت امام کرور کرور انسانی که دارن جهنمی میشن. مصیبت امام حسین اون موقع برای این قتلایی که الان تو کل دنیا رو گرفته داره انجام. مصیبت اون موقع امام حسین برای این بچه هایی که امروز تو یمن دارن پرپر میشن. یه بابا چرا دارید نماینده ولی یه خدا رو چرا نور رو میخواید خاموش کنید؟ حکایتی کسی که توی یه جا زندانی شده کلیدو بهش بدی بگی بیا درو باز کن بیا بیرون، کلیدو بگی تیکه تیکه کنه. مصیبت نفهمی اون این بزرگترین مصیبتی است که بر امام. تو همین زیارت اربعین داریم میگه آقا او خون توی قلبش هم حتی داد. خیلی نکته عجیبیه. لا اله الا الله. میگه قربانی که وقتی انجام بدید هر بار هر کاری کنی یه مقدار خون میمونه. وقتی شما دلی دو داری پاک میکنی دیدی یه لخته‌های خون توشه. عرب به اون خونه توی قلب میگه مهجه. فهمیدی؟ به خونه توی رگ میگه دم. اگه خون بریزه بیرون میشه سار. نه هر کدوم یه معنی داره. سار اون خونی که انتقامش گرفته نشده. به خونی که توی قلب باقی میمونه رو بهش میگن چی؟ مهجه. امام صادق علیه السلام داره میفرماد الذی بذل مهجته فیک. خدایا این جد ما، پدر ما، امام حسین اتو خونه توی قلبش هم برای تو داد، هیچی نذاشت بمونه، کامل کامل کردین عهدش. مصیبت امام اینه. مصیبت امام و فریاد امام برای کل اعصاره، برای امروز و فردا نیست. برادر من امروز این طور شد فردا چطور میشه؟ اینا نیست. امام حسین نگران کل آدم هاست، آدم هایی که در آینده میخوان بیان. همونطوری امیرالمومنین نگرانی رو داره، نگران جهلی که بر دنیا حاکم میشه، میلیاردها آدمهایی که هدایت نمیشن و جهنمی میشن. اصل مصیبت امامینه. فریاد امام هنوز داره شنیده میشه. شما خیلی تو روایات دیدی تو ادعیه ما هست میگه لبک یا داعی الله، درسته؟ بعد 1400 سال داری میگه چی؟ لبک، ای کسی که از سمت خدا و به سمت خدا و برای خدا داری دعوت میکنی. بعد 1400 سال داری میگی هنوز اون صدای حلم ناصر ینصرونی رو داری میشنوی. ینصرونی یعنی ینصر الله، خیلی واضحه دیگه، یعنی میخوای بری خدا رو کمک کنی. بعد 1400 سال تو رو به این مسیر میکشون. ما پریشب بود، دیشب بود، نمیدونم کی بود اینجا عرض کردیم که این حرکت عظیم شیعیان به سمت کربلا در اربعین طبیعی نیست، یعنی به خیلی به اختیار من و شما نیست، چون اراده امام زمان جل الله برای این قرار گرفته و روح من و شما داره اون صدای دعوت رو میشنه، ما داریم به اون اجابت میگیم. مثالی هم که زدیم، مثال این که از اول محرم دلت شروع میکنه به لرزیدن در حالی که ده محرم قرار اتفاقی بیفته، از قبلش شروع میکنی مشکی پوشیدن. میگن چرا؟ تو روایات داریم میگه همه امام از اول محرم این کار رو میکردن. بله، من دو سه دقیقه دیگه عرضم رو تموم میکنم. بعد از عرایز بنده اینجا یک تئاتر آینیه خیلی زیبا هم هستش، میتونید استفاده بفرمایید. اما خواهم یه روایتی براتون بخونم، خیلی عجیبه، شاید همچین کیف کنید. ما بعضی موقع دیدید حالمون یوی میریزه و هم که دلشوره دارم، هرچی هم میگردی دلیلشو پیدا نمیکنید.
یا من مفصل تو بحث‌های معرفت و نفس در مورد روح صحبت کردم که خیلی وقت روح ما اطلاعاتی به دست میاره، خب میریزدش به هم، اما اینو ترجمه نمیتونه بکنه، ما یعنی به زبان خودمون، به زبانی که قابل فهم باشه، قابل ترجمه برامون نیست. مثلش همین خوابهایی که بعضا میبینیم و کاملا صادقانه است و تعبیر میشه. کشش‌های روحانی هم همینطوریه. آی روحانی رئیس جمهور عرضه میکنم، ها روح یعنی صفحه 40 اون تموم بشه. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که این کشش‌های روحانی آدم رو میکشه میبره، دست خدا آدم نیستش. برای میگه اول محرم اماما میریختن به هم، میگه چرا؟ میگه چون اون پیرهن خونری رو از ساق عرش آویزون میکنه، من و تو که نمیبینیم، امام میبینه، امام چون میبینه میریزه به هم، چون میریزه به هم ما میریزیم به هم. فرضا این مسیر اینطور مورد توجه داره قرار میگیره، این عنایت امام زمانه، یعنی اراده کرده حضرت که دلا رو بکشیم. یکی از معانیش میتونیم باشه که خود ایشون هم حضور داره، چه بسا حداقل ارادش برین. اما این داعی الله کیه؟ یکی لبک یا حسین رو ما داریم جواب میدیم تو ما 40 که عدد تکامله، یعنی ما هم به تکامل رسیدیم، چله عاشورا گرفتیم، 40 شدیم، داریم حرفای قلمبه سلمبه میزنیم، ما تو زیارت 40 ادعای سنگین میکنیم، بعد چی داریم میریم؟ اما نکته اصلی اینه که یک روایته. مرحوم استرآبادی از علمای اخباری بودن، یعنی اینا روایات رو خیلی براشون مهم بود، جمع‌آوری می‌کردن، از علمای اصولی نبود. حالا بحث‌های طلبه‌هاست، من وارد نمیشه. ایشون روایتی رو میگه باید اینو با آب طلا نوشت، یا حتی تو یه جایی باز من خوندم نوشته بود اصلا با آب طلا نوشته بودنش. جابر بن عبدالله انصاری غلامی داشت، ایرانی بود، برمکی بود. این برمکی‌ها بعداً تو خاندان عباسی خیلی نفوذ پیدا می‌کنن، این خاندان برمکی‌ها. این میگه که ما با جابر به همراه همسرم، آره اشتباه نکنم فکر کنم مثلا همسرش هم خدیجه بوده، میگه داشتیم می‌رفتیم زیارت 40 شب 29 سفر یه منزل مونده بود به کربلا، ما وایستادیم اتراق کردیم و میگه اتراق کردیم و برای خانومم تو همراه میگه خیمه جدا زدم، گفت ما با جابر نشستیم داشتیم صحبت میکنیم که فردا میریم سر قبر مولامون امام حسین، اینطور اونطور داشتیم بر خودم میگفتیم و کیف میکردیم که برسیم بالا سر قبر حضرت به زیارت بکنیم. میگه یهو این همسر من سراسیمه، در حالی که حتی حجابم دیگه به سر نداشت، از خیمه زد بیرون، گریه اشک میریخت، میزد تو سر و کلهش، موهاش داشت میکرد. میرسن گفتن به ترسیدم چی شده؟ گفت من خواب عجیبی دیدم. گفت چه؟ گفت خواب دیدم رفتیم سر قبر ابا عبدالله، یعنی فردا 20 سفر میشه 40 دیگه، یعنی شب 40 اونجا بودن، یه منزلی یعنی یه منزل دیگه رسیده بودن دیگه. میگه یه نگاه کردم دیدم یه خانومی با کلی خدم و حشم وارد شد، رسید اینجا، خودش رو انداخت روی قبر، شروع کرد گریه کردن، اشک میریخت. بعد دو نفر از اون کسایی که همراهش بودن رو فرستاد، یکی رو گفتش که برو به سمت مدینه، برو به پدرم بگو فاطمه داره این خبر میرسه، یکی دیگرم بفرست به سمت نجف، برو بگو فاطمه داره میگه که من اینجا وایستادم، من اولین زائر خودمم و دارم و لبک بگید به من و پاشید بیاید. یه بلند شده بود ریخته که از شکل این رؤیا و اون فضا و این برمیاد که این رؤیا صادقانه است. خب حالا خواب حجت نیست، اما از شکل و این که با عقاید ما جوره. یعنی اگر من و شما رو امروز اینطور داره میکشه، دلمون رو داره میکنه به اون سمت، ما روح ما داره صدای حضرت زهرا سلام الله علیها رو میشنوه که من اولین ظاهر قبر فرزندم حسینم، پاشید شما هم بیاید. یعنی ما الان میگیم لبک یا داعی الله، داریم به حضرت زهرا سلام الله علیها لبک میگیم. دقت هم بکنید تو این شعاری که بین مردم خیلی قشنگ گرفته، میگه ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا. برای چی میگیم؟ میگه میگیم اونجا میگیم که والله یا زهرا ما تا ابد حسین تو فراموش نمیکنیم. ما با از اون قوم خیلی ما لعنت خدا رو شامل حال اون قوم میدونیم که بر اونها وارد بشه، ان شاء الله بر اونها لعنت باد ابد الابدین، تا موقعی که اصلا
باقی همه چی لعنت بر اون جماعت باشه و ما اعلام براءت میکنیم از اونها. انشالله تو این مسیر تا جایی که میتونیم حواسمون باشه که از هدف اصلی گم نشیم. یه وقت لطف خادما هست، دارن زحمت میکشن، پذیرایی های مختلف جلو، اصلا یک فستیوال عظیمه دیگه. خب اما اصل اینا خیلی خوبه، باید قدر رو دونست، زحمت هم دارن میکشن، نباشه کار به این راحتی انجام نمیشه. اما اینکه حواسمون باشه، ما کسی که تو این مسیر داره باز زهرا لبیک میگه خیلی رفتارش متفاوته دیگه، حالا سربسته بگیم. این نکته آخرم این که ببینید اینا کارشون به کجا رسید، این کثافت ها اینا یریدون الیطف و نور الله و افواهم و لا متم نوره و لو کره الکافر کافرون و لو کره المشرکون، میگه میخوان نور خدا رو خاموش کنن نمیتونن. خبر مولا مثلا چند وقت پیشم معلوم شد، خبر رسید که یه گروهایی رو اینا تجهیز کردن که تو زیارت اربعین مثلا توی موکب ها کارهای ناشایستی انجام بدن، بعد فیلم بگیرن بعد پخش بکنن، میگن زائران عبدالله اینطورین، یا تو مسیر از زائران امام حسین دزدی کنن که این مسیر رو چیکار کنن، ناامن نشون بدن، بگن اینجا نه، اینجا امن‌ترین جای کره زمین الان، همه به هم به چشم برادری نگاه میکنن. اما این افراد رو ما حواسمون جمع باید باشه. حالا بالاخره از این حس گفتم این تئاتر خیلی زحمت کشیدن برادر، من خودم هم حاضر میشم، یعنی حضور پیدا میکنم، جو میشینم استفاده میکنم تئاترشون، از اون که میتونن که براشون مقدوره استفاده کنن. خیلی هم طولانی نیستش. صلواتی نه بفرمایید.